بنام یاد خداوند یکتا به همتا. سلام هموطنان عزیز، امید که هر کجای هستی خوب سرحال خوش خندان باشید. دوستان چنل یوتیوب باستا، نبیلا نعیم ناصری هستم. امی لحظه ما در استادگاه نانبویی دشت برچی هستم. آمدم که بیایم حال احوال هموطنان ما بگیرم. اما در این قسمت که میگذشتم یکی از پدران مهربان دیدم که نشسته بودن، چشمایشان نمیبینه. بریم بیشتر امروز خودشان صحبت کنیم که اینجا چی میکنن، مصروف چی کار هستن. و سلام پدر، خوب هستین؟ خوب هستم، شکر الحمدلله. اینجا چی میکنین؟ اینجا چیستم؟ اینجا پیسه جمع میکنم دیگه. پیسه جمع میکنین؟ بله. خب چقدر دیر میشه که کار میکنین؟ خیلی دیر میشه، 5-6 سال میکنیم. 5-6 سال میشه. چشمایتون نمیبینه؟ نمیبینه نه. چقدر دیر میشه چشمایتون نمیبینه؟ چشمای من از اول نمیدیدم دیگه. از متفلیت دیگه؟ از تفلیت نمیدیدم. خب عروسی کردین پدر جان؟ عروسی کردیم بله. هیچ اولادایتون ندیدین؟ اولادا رو ندیدم نه. چند تا اولاد دارین؟ اولاد 8 دونه است. 8 دونه، ماشاءالله. خب بچه و دختر، چند دانه بچه داریم، چند دانه دختر داریم؟ دو بچه دارم، 6 دختر. خب بچه هایتان باز کار میکنه؟ کارم نمیکنه، اما تو بیکار میگرده، 15 ساله است کلانش. خب دیگاهشون خورده. خب از دوازده ساله تا این حالی رسته. خب چند ساله بودیم که خودتان ازدواج کردیم؟ 30 ساله بودیم تقریبا. 30 ساله بودیم. بله. خواه پدر جان، از این بگوین که همیشه همی جا هستین یا جای دیگه میرین؟ یک 5 سال میشه همیشه همی منطقه هستیم دیگه. همیشه همی منطقه هستین. بله. گفتین اولادایتان ندیدین، چی حس دارین که یک بار اولادایتان رو ببینین رویشانه که مقبول هستن نیستن؟ او را خواه ندیدیم دیگه. حالی با ندیدین؟ نه. خواه باز روز چند اینجا هموطنان ما برتان میتن؟ میتن و میشه دیگه، 300 میشه، 250 میشه، زیاد میشه، کم میشه، 150 میشه، 150 میشه، یعنی تو برابرگی دیگه، گپ در بازار هسته. یا کم یا زیاد میتونم. باز همه پیسه خودتان دیگه خرچ خانه میشه؟ آه پیسه خودی ما خرچ خانه میشه. باز پوره میتونین دهی 100-200 که شما کار میکنی خرچ خانه تانه؟ گزاره میکنیم دیگه. خانه کرایی هست یا از خودتان؟ کرایی هست. کرایی هست؟ چند کرا میدین؟ حالی 1500 میدیم، اون وقت 2500 میدادیم، اون یاره نتونستیم داده، ولی یک جای رفتیم اونجا خوبیش نیست، اون 1500 میدیم. خب پدر جان از مشکلاتتان بگوین بر ما که نابینا هستین، چی مشکلات در راه دارین، چی مشکلات در خانه دارین؟ مشکلات در راه نمی رفتن و آمدن هست، تکلیف داریم، موتر تا شدن و بالا شدن، در راه رفتن و امرقمی در مردم تکر میکنیم، یاد بای سیکل تکر میکنیم، امرقمی اونمی هست دیگه، کراچی تکر میکنیم. مشکلات خونه هم بعضی مشکلات ها هست، چیزا کمبوتی میکنه و این تو کارو هست دیگه. هوا سرد است، خودتان یخ گرفته؟ آه هوا سرد است، یخ گرفته. میلرزین بیخی؟ آه بله. خب از این بگوین پدر جان که اتو وقت شده که تکر کرده باشین، زیاد اوگار شده باشین که دکتر رفتنی شده باشین؟ نه هنوز هم اوتور دکتر رفتنی کتاب والی نشدیم دیگه، اما پار سال همیس آمده رای بدم، مطر پشتر آمد زد اونم خیلی حالی هم همی بغلی چیزیم درد میکنه. پایتان؟ پایم درد میکنه. باز پیش دکتر نبرده تا موتران رفت دیگه؟ موتران رفت دیگه خسته. موترمون رفت خزده مو وقتی قرنطینه بود. خواه. از طفولیت تا حال چی آرزو دارین خودتان؟ آرزو حالی تیر شد دیگه، حالی دوران میسفیدی هست از اون آرزوی که در جوانی داشتین بر ما بود؟ آرزو تیر شد دیگه، اونا عروسی کردیم و دیگه آرزو نمونده دیگه، حالی نابینا هستیم دیگه یک بینیم. خب از رویه هموطنان ما بگوین که اینجا خودتان هستین، چه قسم رویه میکنن، کدام گپ بد خونه میزنه براتان؟ نه رویه مردم خوبه. خوب است؟ آه تا جای خوبه، تو بد نیستن. خب پدر جان صبح چه خوردین؟
صبح دیگه چای نان خوردیم دیگه چیزی نخوردیم. برام داشت چای تان یعنی؟ برام بعض وقت میاریم بعض وقت نمیاریم نمیرفتمی هست کنم اگه داشتیم آنم میاریم اگه نداشتیم نمیاریم. چاش چی خوردیم؟ چاش هنوز نان نخوردیم. نان نخوردیم؟ نه. خب خیام رای من نان میخورین؟ آه میخوریم خوبه. چون دوستای عزیز چاشت هست ما هم نان نخوردیم و پدر عزیز فکر همیه که گشنه باشیم باز اوای یخ زود تاثیر میکنه اما تو گشنه پدر... باشیم اوای یخ زود تاثیر میکنه از بخاطر است پدر جان زیاد میلرزه خیم بریم دیگه بخیر یک نان بخوریم سعیز خوبه چرا خوش دارین راستی ازی بگوین هرچی که باشه دیگه اونه نه خو یگان تو هست یمی غذای دلخواهشان مشخص است که نیر زیاد خوش داره خب چی هست دیگه بود هرچی که دادیم دیگه من در چیز نمیگم نه خو خودتان چی را خوش دارین چی را خوش دارین که بخورین همون تو اوسانه بگوین دیگه هرچی کباب باشه برینج باشه یا دیگه چیزا باشه هرچی که باشه میخوریم دیگه اول کباب گفت دوستا قرمه باشه نمیتی چیزا خب خب هرچی که پیش آمد خوش آید دیگه میرم میخوریم بخیر سعی بله درسته بریم بخیر هرچی دیگه خوبه خب هموطنان عزیز ما و پدر جان میریم باش کم چوکی خود جمع کنه میریم سونی یکی از رستوران های امیجه که امروی پدر جان نان بخوریم باز هم در جریان نان درد دل میکنیم امرویشان صحبت میکنیم و از راه هم ببینیم که با چی مشکلات میتونن را بره به شما ایزن ما را هم باشیم همتنان نازنین ما و پدر عزیز آمدیم در رستوران را تا با هم غذا بخوریم و پدر جان من مینو را میخوانم شما انتخاب کنین که چی میخورین سعیز؟ خوب تیکه کباب، کباب و مرغ، چوپان کباب، شامی کباب، قابلی ازبکی، مایچه پلو، چکن کباب دیگه این کباب هست دیگه پیزا هست، برگر هسته دیگه بال مرغ است. ای دیگه ایشی قسمتش هم جوس است. چی میخوری؟ همون تیکه کباب میدرسه تیکه کباب؟ خب خیلی دوستای عزیز پدر عزیز تیکه کباب فرمایش دادن با هم تیکه کباب میخوریم این هم اینویتون تیکه کباب دادانه خب پدر جان از این کباب که گفتین کدام خاطره دارین که آمده باشین کباب خوری؟ والله چی بگم دازی دیگه غیر از این دیگه وقت هم کباب خوردیم دست نزن پدر جان بانه نمی جمایکه خب آه خوردیم بعضی وقتا خیلی کم کم وقتا دیگه خب امروی که خوردیم در پیسه خودیم خوردیم خب امروی که خوردیم مثلا امروی اولادا خوردیم امروی خانمتان خوردیم امروی دوستا خوردیم امروی اولادا خوردیم خب امروی دوستا خوردیم کدام خاطره دارین از این کباب خوری؟ خاطره چی بگم دیگه مثلا چی رقم خب مثلا من یک روز برنامه داشتم تا که گپ خلا شد کباب یخ کرد و دیش مزه نداد خب خودتون از این خاطره دارین؟ نه ولی این چیز هم در فکرم نیسته خب غذا رو کدام وقت شده که خودتون غذا پخته کرده باشی؟ نه نکردیم کمتر وقتا میکردیم نکردیم خیلی خب اما کمتر وقتا چی رو پخته کردیم؟ برنج پخته میکردیم یا سبزی پخته میکردیم خب دوستای عزیز کاکای عزیزم برنج هم پخته کردن خیلی بگوین یکون تو از تان رو برنج پخته نه یاد ندارم مثلا من یاد ندارم چه قسم میشه؟ ما دیگه دمو رقم خودم کی یاد داشتم با دمو رقم اما تابی خودم باز پختم میکردم اما روغن سرخ میکردم و پیاز هم مینداختم بعد از پشتش او برنج هم مینداختم بعد از جوش خورده و پخته میشد دیگه بعد اگر رقمی که میشد بعد میخوردیم دیگه خیلی دیگه مزه دار میومد آره رقمی آشپزی خو نمیتونستیم دیگه نه امروم خیلی خوب گفتین طرز تهیشه که اول سر روغن پیاز سرخ میکنیم آن بله باز آب میندازین با سر آب دیگه برنج میندازین جوش خورده و نپخته میشه جوش خورده پخته میشه باز بکشین دیگه باز کشیده میخونم باز میدیدین نمیسوختین که روغن موغن چپه نشه سرتان نه او تو روغن که کم میبود باز چپه نمیشد دیگه در یک دیست ما کم میگفتیم با در دیست
چی دیگه باشورش میدانیم. باز تو میفهمیدین که پیاز زرد شده؟ باز امو دقیقش معلوم کده بودیم که اینقدر وقت چی میشه زرد میشه. خب یکی دیگه ما از این بوش هم میفهمیم. از بوش هم میفهمیدیم بله. خب سایز دیگه این از ما کده مردای قدیم همی دیگه کاسه را یاد داره؟ گفتن دیگه چقدر خوب طرز تهیه برنج. خب دیگه ما منتظر ازی هستیم که کباب برسه با هم بخوریم و در جریان کباب خوری یکان قصه دیگام میکنیم. سعیز؟ خوب. خب دوست عزیز ما را همراه باشین تا ای که کباب برسه و ما هم نوشی جان. خوشمبتون. خب. بکشم. اوکی چی میشه؟ مزهش پدر خوبه. با چند سال پیش که شما خوردین کباب مزهش فرق کرده؟ مزهش نه فرق نکرده. در پیش هم که بود خوب کبابا بود عالی هم خوبه. باز منطقه البته فرق میکنه. فرق میکنه؟ شاید فرق کنه دیگه. چایتان خب ام یک خاطری تانم بر ما بگوین که خیلی دوستان میخواین بفهمن یک خاطری جالب جوانی تانم. جوانی والا خب خیر باشه. خیلی شما نام تارا بخورین که باز دوستان نگوین مزایمت به نان شام میکنن نبیلا گپ میزنه راحت نان تانم بخورین. هموطنان عزیز ما نان خود خوردیم. پدر جام سیر کردیم؟ سیر کردیم آره. در جام تان خوشیشت؟ بلکل شیشت. چون در بین نان که گپ بزنیم یک قسم اشتیاش سوزک میشیم باز نمیتونیم نان کلشت تا آخر بخوریم. و از مخاطر ما دیگه ماندیم کموت راحت دل جام تان بخوریم ما هم بخورم همی قصه جوانی تان هم بکنین که دل ما جام شد و که چه قسم جوانی را تیر کردیم. جوانی خود جوانی خوب بود مقصد تکلا بود آدم دیگه. خب جوانی چی کار میکرده؟ جوانی هم همی کار میکردیم. خب وقت تکلا بودیم ولی کمی ضعیف شدیم. هیچ کار مثلا زورکاری نکردین دیگه کروچی نداشتین که چیز بفروشین؟ نه تو کارو رو نمیتونستیم دیگه چیشیم که نداشتیم تو کارو رو نمیتونستیم. خب میگن خودتون شعر یاد دارین؟ نه شعر یاد نداریم. های چی یاد داریم؟ شعر یاد نداریم. یک چیز هم یاد نداریم. یک نصیحت خو یاد داریم بر جوانان امروزی یک نصیحت کنیم که در را بیاییم دیگه. جوانان در را آمدگیش در را است دیگه. اونم در را نبودگیش در را نیست. اونمو اگر ما چیزی بگویم هم اونه نمیشه دیگه. نه شما تو یک نصد شما یک نصیحت تانا بکنیم باز دلشان دیگه. ما هم از او چی میگن در نصیحت های تان گوش کن گوش میکنم. میگن از بزرگا باید نصیحت شوید از برده باید شوخیش تحمل کرد. نصیحت اینم میسته که من میگم که اینمی در جانی کس نزنند و برادر اینمی شاید هم پایده مردم بوده باشه و هم نفی خودشان بوده باشه. در جانزنی نه؟ در جانزنی چرا خوب نیسته؟ اما تو چی میگه؟ روک راست باشه چیزی که هست بگوید؟ چیزی که هست بگوید در سر سودا در سر چی در جانی که هست نزنن چرا چی بسیار سختی داره؟ عذاب سختی داره؟ عذاب سختی داره هم در دنیا هم در آخرت هم شاید بوده باشه. خواه کلاگذاری نکنم سری کسی
دمو اندازه ای که هست دمو چیزی که خداوند برشان میته دمو قناعت بکنه. قناعت شاید بهترین راه بوده باشه به نظر من. خیلی عالی نصیحت کردی. میگن به چیزی که هستی باور داشته باشه و به چیزی که داشتی قناعت داشته باشه. ما دیگه همه قسم میکنیم، از چیزی که داریم زیادتر نمیخوایم و از چیزی که هستیم باور داریم که میتونیم. امی از که موفق میشیم اما تو نیست؟ بله بله، اما کاری را که میتونه برای مردم بگه که ما میتونیم، کسی که کاری را که نمیتونه نمیتونه بگه نمیتونیم. زور خود نیست؟ نمیتونیم، به ما نرمی این همی قدر زور خود نیست نمیتونیم. دیگه نمیتونیم. خب صحیح شد که درست نان خوردیم. حالا وقت عزیز شده که خوب نگفتین امروز کار کردین؟ کار کردیم، کمی البته کار کردیم. خب چند کار کردین؟ کار کرده باشیم یک دو سر روپه، یک نیم سر روپه، یک سر باشتا در روپه. خرچ زمستان گرفتین؟ خرچ زمستان گرفتیم که هنوزم پوره نیست دیگه. نمی اینمی یک ده پونزه روز هسته. یک ده پونزه روز هسته. خب هموطنان نازنی دوست دارم چینل یوتیوب رو باستاب. ما و پدر مهربان آمدیم غذا خوردیم، درد دل کردن، از جوانی گفتن، از ایام پیری گفتن. خیلی خوشحال شدیم که امروی تان امچاشت بودیم. خیلی هم بر ما خوش گذشت. خب دیگه آل دیگه طرف خانه میرین یا میرین دکار؟ آل بیرون برای میرم دکار میرم بخریم. خود چی شوه که خانه برین؟ خانه هم پیسه چی میگن کار زیاد کنین خانه میریم؟ کار زیاد کنین خانه میریم. چون خب مثلا چند کار کنین که میرین خانه؟ روزانه با چی قدر که کار کنیم کار کنیم بعد از او میریم. خب مقدار شب بگوین برما مثلا چند کار کنین میرین خانه؟ خب روزانه خب ما در چهار سده هم میریم، در سی سده هم میریم، در اگه در دو سه هزار برین خانه چی؟ در دو سه هزار بریم هنوز خوب تره نمید تو راست دیگه. خب اگه سه چهار هزار پابتی میرین دیگه ما تو مستقیم خانه؟ سه چهار هزار بگیریم بعد از او همه اشتو کم اینجا هسته دمی بازار هست و پیدا شما باید میریم دیگه. میری خانه باز چی میگیری از را میبری خانه؟ باز اگه میوه پیوه بیتانیم میگیریم یا یک چیز دیگه بگیریم یا یک کمی گوشت بگیریم میریم بازار. خب خیلی ما براتون پیشنهاد میکنیم که رفتین سنخانه یک کیلو گوشت ببرین که شما خوردین. باز چی میگن گفتی اگان تا گردن تان بسته میشه اولادای تان نخور از این کباب. خب خوبه درسته. خب دوستای عزیز ما بر شما عزیزان میگم که اینان خوردن ما چی علت داشت، بچه خاطر آمدم و علتش ای بود که من خواستم بیایم پدر نازنین غافلگیر بسازم. با وجود که نان خوردیم میخوایم یک مقدار پول بدم که امروز برن خوش خوشحال سنخانه خودم و به سنخانه یکان چیز ببرن. خب پولی که من آوردیم امروز یکی از هموطنان ما روان کردن از اتریش سعید حسینی، مبلغ 5450 افغانی روان کردن. به انتخاب باستاب ماندن. من هم خواستم بیایم با پدر نازنین همراهش گپ بزنم، نان بخورم، قصه زندگیشون رو بفهمیم و این پول بتم که خوش خوشحال سنخانه بره و خرج زمستان بگیره و گوشت هم بگیره. نمات رسته. خب باش من حساب کنم. پنج هزار سیصد است. یک و نیم صد افغانی از زیر ما به خاطری که برشان غذا گرفتیم دادیم. البته تنها از پدر جان یک و نیم صد شد. من پول غذای من خودم میتم، در جان زنی نشه که حالا بگوین از پول مردم نبیلا میره نان میخوره. نه ما نمیخوریم نان. کل چیزی که هست، چیزی که میبینین این می پولی است که شما روان کردین، 5450 افغانی هست. یک و نیم صد شما بر نان دادیم، مانده باقیشم 5300 دوستا. اینا پدر جان 5300 افغانی هست. 5300 حساب میک. نه شما که حساب کردین اینمی صحیح هست. خب گوشت هم میبرین دیگه؟ خوب هم میبریم. شما از اول بر ما وعده داده بودین که یک دعا میکنین داخل. اینا دایتان هم میشناسیم و برادر ما سعید حسین جان کی پوله؟ سید حسینی کی پول روان کرده؟ درسته. خدا او را کامیاب داشته باشه برای همیشه، هر قسم مشکلاتی که داشته باشه سر را خداوند او را رفیش کنه. الله یامین کامیابی دنیا و آخرت بوده باشه. الله یامین خیر ببینه.
الهی امین برادر ما هر جای هستین صحت کامل داشته باشین و خانه و خانواده تا خوش خوشحال باشین. دوست دارم ممنون همه شما عزیزان هستم تا اینجا ما رو همراهی کردیم، بیندی برنامه ما هم بودیم. پای همی گزارش میتونید نظریات تا انتقادات تا نوشته کنید، من حتما حتما میخوانم. تا گزارش بعد، الان نگه دارتم.